این جمله را باید تلا گرفت. سیاست پدر و مادر ندارد. در سرزمین‌هایی مثل ایران که خردمند باید یا محبوس یا فراری یا ساکت و یا زیر خاک باشد، امثال شروین حاجی پور با یک ترانه هم گرمی می‌گیرند، هم مانیفست صادر می‌کنند، هم جنجال رسانه‌ای طرح‌ریزی شده را اجرا می‌کنند و آخر سر بعد از مدت‌ها اگر عقلت را به کار بیندازی و از تاریخ پند بگیری، متوجه می‌شوی که این هم مثل بسیارانی عروسک خیمه شب‌بازی است. امثال این موجودات در ازای شهرت برای منحرف کردن اذهان و افکار عمومی به کار گرفته می‌شوند تا نظام مستبد و ضعیف‌کش در ظاهر جنجال‌های خبری و نقد و زنده‌باد و مرده‌باد، دستگل‌هایی که مدت‌هاست در اوین بی صدا و تریبون جوانیشان پرپر می‌شود را یک به یک به دار بیاویزد و در نهایت حکم حبس ملیجک شروین که از آغاز همچون هویت و ریشه اش سوری بود را لغو کند تا به ملت نشان دهد من صدای شما را شنیدم. صدایی که برآمدنش هم بر اساس خرد و نگرش سیاسی نزدیک به صفر مردم ایران سازماندهی شده است. راستی ملت همیشه در صحنه مثلا هوشیار. خواب خرگوشیتان اجازه میدهد سراغی هم از میکی گراهی بگیرید؟ گراهی اگر مثل حاجی پور دلقک بود، قطعا هر روز بیانیه میداد و خزعبل میخواند و وزنه میزد و با ترلانش لاو میترکاند. اما چنین نیست و به همین علت است که ایرانی همیشه فراموشکار مدت هاست حتی با خودش نیز او را زمزمه نمی کند، چه برسد به پیروی از رویه خالص و واقعیش در مبارزه علیه استبداد و ستم. در این بازی مافیا و شهر، از مافیایی که در روز جنگ زرگری راه می اندازد و در شب خون می ریزد، رکب نخورید.